کلی از اسمها و هویت‌های کاراکترهای جدید برای فصل 4 به تازگی پشت صحنه فاش شدن که شامل یک گروه جدید از اسمایلینگ کریترز هم میشه که کلی اطلاعات تازه دربارشون داریم. اولین اطلاعاتمون رو از صفحه رسمی ثبت علائم تجاری ماب انترتینمنت گرفتیم، جایی که میشه اسمها و جزئیات کاراکترهای رسمی رو پیدا کرد که اونا قبل از انتشار بازیاشون ذخیره میکنن. سال گذشته برای کاراکترهای فصل 3 همین کارو کرده بودن، ولی از لیست بروز شدهمون میدونیم که همه این اسمها مثل الیستر گیتر و سایمون اسموکس به طور رسمی توی فصل 4 اضافه نمیشن، چون مدیر عامل ماب انترتینمنت یه بازی جدید اعلام کرده که همزمان با فصل جدید پاپی پلی تایم عرضه میشه. جالبه که میگه این بازی جدیدمون بازی مورد علاقتون میشه، ولی به پاپی پلی تایم ربطی نداره. اینجوری که ما کلی اسم جدید از ماب انترتینمنت توی ماه گذشته گرفتیم، احتمالاً بعضی از این اسم‌ها برای بازی جدیدشونه، نه فقط برای پاپی پلی تایم. ولی میدونیم که بعضی از این اسم‌ها 100% به فصل 2 پاپی پلی تایم مرتبط هستن که با اضافه شدن جالبترین گروه یعنی نایت کریترز شروع شد. ولی چجوری مطمئنیم که این نایتمر کریترز قراره توی فصل 4 اضافه بشن؟ خب این ایده کریترز جدید و کارتون‌های رسمی براشون مدتی که وجود داشته. اول از همه مدیر عامل به طور رسمی اعلام کرده بود که ماب میخواد کارتون‌های بیشتری بسازه که درست بعد از VHS اسمالینگ کریترز اولیه بود، ولی اگه ماب بخواد توی مسیر کارتون‌ها بره نیاز به شروع تازه داره تا دوباره هیجان اطراف اسمالینگ کریترز رو زنده کنه. از پشت صحنه شنیدیم که شرکت حتی دنبال وایس اکترهای جدید برای کارتون مربوط به اسمایلینگ کریترز میگرده. یه لیک هم داشتیم که اگه درست باشه میگه 100% کاراکترهای جدیدی باید به دنیای اسمایلینگ کریترز توی فصل 4 اضافه بشن، چون توی VHS اولی تقریبا هر کریتر یه وایس اکتر داشت، یعنی این کارتون جدید باید کریترز جدیدی داشته باشه که قبلا ندیده بودیم. اینجاست که نایتمر کریترز جدید به داستان وارد میشن، چون علاوه بر این که به یک کارتون جدید ارتباط دارن، ارتباط زیادی هم با فصل 4 دارن، مخصوصا چون انتظار داریم که مکان اصلی فصل 4 شهر بازی جدیدی باشه که توی یکی از پوسترهای بازی اشاره شده بود. منطقیه که هر کاراکتر جدید از جمله نایتمر کریترز باید با تم این شهر بازی جور در بیاد، چون هر کاراکتری توی پلیتامکو برای دلیل خاصی به پست خودشون اختصاص داده شده بودن و باور کنید یا نه نایتمر کریترز خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید با این ایده شهر بازی هماهنگن. برای شروع پوسترهای شهر بازی که دیدیم به طرز عجیبی روی تم شب تمرکز داشتن، چیزی که کاملا با کریترز جدید هماهنگ میشه، چون اسمشون کابوس رو داره یا همون نایتمر رو داره و انگار یه نسخه شبانه از تیم اصلی هستن. اینکه این کریترز جدید به طور خاص با شهر بازی شبانه مرتبط باشن کاملا توضیح میده چرا هیچ وقت توی فصل‌های قبلی حرفی ازشون زده نشده. اسمایلینگ کریترز اصلی به خوبی برای مراقبت از بخش پلیکر کارخونه طراحی شده بودن، در حالی که نایتمر کریترز بیشتر به ایده ماسکوت‌های شهر بازی میخورن، درست مثل ماسکوت‌های دیزنی. طبیعتا منطقی نیست که این دو گروه به هم ربطی داشته باشن. حالا اگه به لیست کاراکترهای جدیدی که داریم برگردیم میبینیم که یکی از اونا دقیقا همون فرمت اسم کریترز اصلی رو داره. اسم کریترز اصلی معمولا یه صفت خاص و با یه اسم جور میکنن، مثل کیکین چیکن یا حداقل دو کلمه مشابه که به نوع حیوان اشاره میکنن. با اسم جدیدی که توسط ماب فاش شده یعنی بابا چاپس ارتباط بیشتری به دست میاریم. اول از همه میدونیم که با صدای گوسفنده و چاپس به لم چاپس خوراک دنده گوسفند اشاره داره. این اسم یک کریترز خاص رو میسازه که حتی قبلا هم تیزرش رو دیده بودیم، کریترز گوسفند. شاید این برات آشنا به نظر بیاد چون کاملا با ایده گوسفند اسمایلینگ کریترز جور در میاد که توسط طراح اصلی کریترز قبلا در نوامبر طراحی شده بود. این طراحی به عنوان یه ایسترگ کوچیک برای یوتیوبر پاپی پلیتام یعنی شیپ رمپیج ساخته شده بود و چون خیلی محبوب شد حتی جنبش توی توییتر راه افتاد که اونو به بازی رسمی اضافه کنن. پس این که این ایده دوباره و به شکلی متفاوت برگرده تا با تم نایتمر کریترز فصل 4 هماهنگ باشه میتونه هیجان قبلی رو برای طراحی قدیمی اسمایلینگ کریترز که توسط طراح اصلی ساخته شده بود دوباره زنده کنه. ولی این تنها طراحی کریتر اولیه‌ای نیست که به عنوان یه احتمال برای فصل 4 مطرح شده. اسم دیگه‌ای که توی لیست فاش شده داریم ارتباط بزرگی با رازهایی داره که توسط توسعه دنده‌های پاپی پلیتام توی فصل 2 جا مونده بود. فصل 2 هم قبلا تایید شده بود که به فصل 4 ارتباط داره، به خصوص از طریق لیست کاراکترهای حذف شده‌ای که توی 2023 منتشر شد. جالبه که اسم جدیدی که فاش شده یعنی ایکیلیکی کاملا با این لیست کاراکترهای حذف شده جور در میاد و دقیقاً بهمون میگه چه انتظاری میتونیم از فصل 4 داشته باشیم. یک کریتر قورباغه‌ای نه تنها کاملا با طراحی حذف شده فصل 2 که گفته شده در آینده اهمیت بیشتری پیدا میکنه هماهنگ، بلکه با اسم ایکیلیکی هم تطابق داره. این کانسپت یک کاراکتر جدید با زبون بلند مثل قورباغه رو معرفی میکنه. حتی ارتباط بین این کانسپت قورباغه‌ای و نایتمر کریترز داریم، چون خیلی از قورباغه‌ها سمی هستن و به عنوان حیوانات خطرناکتری شناخته میشن که میتونه نقشه نسخه تهدیدآمیزتر از اسمالینگ کریترز رو بازی کنه. احتمالاً باهاشون توی فصل بعدی روبرو میشیم. ولی برای اینکه این گروه جدید از اسمالینگ کریترز کار کنه نیاز به یه رهبر دارن، درست مثل کتنپ که توی گروه اصلی اسمالینگ کریترز بود و از بقیه متفاوت بود. اینجاست که دوباره یک کریترز از لیستمون برجسته میشه. الیستر گیتر، یکی از نظریه پردازهای پاپی پلی تایم، متوجه شد که کلمه الیستر به معنی محافظ ترجمه میشه. انگار این کریتر قرار بود از بقیه مراقبت کنه، دقیقاً مثل کتنپ که توی ویدیوی VHS بقیه کریترها رو میخوابوند. البته که این توی بازی واقعی کمی پیچیده تر بود، ولی همچنان میدونیم که نقش محافظتی برای این کریتر خاص میتونه الیستر گیتر رو خاص‌تر کنه، اما نه به اندازه کاراکتر اصلی دیگه توی فصل 4. معلوم شده که توی بازی بعدی پاپی اهمیت خیلی بیشتری داره و حتی نگاه زودهنگام به داستان احتمالی اون توی این فصل داشتیم. این داستان شامل چیزی میشد که قراره توی بازی بعدی با همون بکنه. ما در واقع یه داستان کامل برای پاپی داشتیم که توی یکی از تیزرهای مخفی فصل 4 ماب پیدا شد. این تیزر با شکل مخفی عدد 4 روی پای هاگی و گفته یکی از توسعه دنده‌ها که گفته بود باید دنبال رازهای بزرگی توی این تصویر باشیم اهمیت زیادی برای فصل 4 داره. راز پاپی اینجاست، چون به یکی از این رازهای بزرگ ارتباط داره. یکی از کارمندان ماب با اشاره به مجله و چت توی این تصویر به این رازها توجهمون رو جلب کرد. میدونیم که این جزئیات برای داستان فصل 4 خیلی مهم هستن و به نحوی با پاپی درگیر میشن. ولی چطوری؟ خب من در واقع میتونم داستان کامل رو همینجا براتون زودتر از موعد بگم. پس کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوی آینده رو از دست ندید. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. و اگر به محتوای بازی‌های ترسناک از جمله پاپی پلی تایم علاقه دارید، یه سر به پلیلیست پاپی پلی تایم و بازی‌های ترسناک ما بزنید تا اونجا با ده‌ها ویدیو از این بازی‌ها مواجه بشید. تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.